روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی از ترکیه همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای رحیم پور. حاکمیت یک ماه تلاش کرد تا شرایط رو کنترل و مدیریت بکنه، اما در نهایت مجبور به برخوردهای امنیتی در روز خاکسپاری آرمیتا شد. ارزیابی شما از شرایط و وضعیت چه هستش؟ با درود بر شما و بینندگان محترم، اجازه بفرمایید که تسلیت خودم رو عرض کنم در مورد درگذشت آرمیتا گراوند عزیز به خانواده محترمش و البته همه هموطنانمون در ایران. ببینید، در طول 14 دهه گذشته دکترین امنیت داخلی جمهوری اسلامی بر اساس سیاست مهار و استراتژی سرکوب تعریف شده، به این معنا که در این ساختار امنیتی حکومت اصلی ترین کار ویژه‌ای که برای خودش تعریف میکنه حفظ حکومت و بقای حاکمان هست. نتیجه این اتفاقی میشه که در همه مدیریت، حالا مراسم خاکسپاری زنده یاد آرمیتا گراوند که یکی از اون نمونه هاست، در همه مدیریت ها نگاه امنیتی وجود داشته همواره، و این نگاه امنیتی منجر به این میشه که نسبت به زمین و زمان بدبین باشن، از تمام اهرم هایی که ممکنه بتونه این نگاه امنیتی رو به جامعه القا بکنه، به جامعه فشار بیاره، به مردم فشار بیاره استفاده میکنن. این نگاه امنیتی یکی از عناصر ماهیتی در حکومت جمهوری اسلامی در همه عرصه های مدیریتی هست، در همه شؤون زندگی مردم، شؤون زندگی اجتماعی مردم هم شما میتونید این رو مشاهده کنید، و بارها و بارها جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف نشون داده که نگاهش امنیتیه. مدیریت امنیتی تنها اهرمی هست، تنها ابزاری هست که جمهوری اسلامی برای حاکمیت خودش استفاده میکنه. آقای رحیم پور، همزمان مردم هم به اشکال مختلف تا جایی که در این فضای سرکوب در توانشون بود به این قضیه واکنش نشون دادن، از حضور در مراسم تا دیوار نویسی و شعارهای شبانه. این واکنش ها رو شما چطور میبینید؟ من فکر میکنم که این رو میشه در درون فرایند آگاهی تاریخی مورد تحلیل قرار داد، فرایندی که امری تدریجی هست، به تدریج اتفاق میفته، جامعه کم کم وارد حوزه آگاهی میشه نسبت به ابعاد مختلفی که استبداد در نظام حاکمیتی خودش داره و داره به جامعه تحمیل میکنه. به تدریج این شکاف ما بین جامعه و مردم و حکومت افزایش پیدا میکنه تا جایی که شهروندان و مردم اساسا روایت های حکومتی از رویدادهایی که رخ میده رو دیگه نمیپذیرند. روایت هایی که با واقعیت های ملموس خودشون و واقعیت هایی که خودشون دارن با پوست و گوشت خودشون لمسش میکنن سازگار نیست، این روایت ها رو نمیپذیرند. و همین دلیله که وقتی اون روایت از سانحه دلخراشی که برای آرمیتا گراوند اتفاق میفته جامعه نسبت بهش واکنش نشون میده و بر اساس شواهدی که خودش داره و بر اساس واقعیت هایی که در جامعه داره درک میکنه اون رو یک قتل حکومتی قلمداد میکنه. وقتی این باشه، از یک طرف نسبت به درگذشت و جان سپردن این دختر نوجوان عزیز واکنش نشون میده، و از طرف دیگه نسبت به روایتی که حکومت داره تلاش میکنه اون رو القا بکنه و واقعیت رو تحریف بکنه واکنش نشون میده. این درون اون فرایند آگاهی تاریخی خودش رو با واکنش های اجتماعی نشون میده، از جمله شعار نویسی، پخش تراکت هایی که در سطح شهر پخش میشد، به سایه شبکه های اجتماعی و روش های مختلفی که مردم میتونن اون رو نشون بدن، ناشی از آگاهی هست که به تدریج نسبت به وضعیت حکومت استبدادی در درون جامعه شکل گرفتن.